چهره خود را مگردان از مردم. گفتیم که سعر بیماری است که در گردن شتر میفته، نمیتونه گردنش رو حرکت بده، یه طرف گردنش کج هست. یعنی اینکه این حالت که به انسان هم دست بدهد، در شتر به عنوان یک بیماری جسدی است، در انسان به عنوان یک بیماری اخلاقی میشود. و جالب هست در اینجا خداوند فرمودن که لناس، یعنی اینکه با هیچ کس از بندگان خدا با غرور و کبر برخورد نکن. وقتی فرمودن که لناس، مسلمان باشد غیر مسلمان باشد، هم فکرت، هم مذهبت، هم حزبت، هر کی باشه، هم وطنت باشه، خیشاوندت باشه، غریب باشد، دوست باشد، آشنا باشد، حتی دشمنت، کسی که با او اختلاف داری، ناراحتی داری، نبایستی رفتارت بر اساس این باشه که درت کبر و غرور باشد. پس ولا تسعر خدک للناس، رفتارت با مردم اینگونه، خود را جزوی از این مردم بدان، همانند این مردم بدان، یکی از اونها خودتو بدان. سفارشی است که لقمان الان به فرزند خودش، اینو تکرار میکنیم چون قضیه خیلی مهم است، به نوجوان خود، به این جوان خود، فرزند خود داره سفارش میده که رفتارت با مردم بایستی با ادب، با احترام، تو داری با انسان برخورد میکنی. لناس، همه مردم، حتی اونی که دشمنت هست، کافر هست، به خدا ایمانی نداره، هم حق نداری با کبر و غرور برخورد کنی. تحقیر کردنش، تحقیر هیچ انسانی جایز نیست، تحقیرش کنی که خود را بزرگ ببینی. دیگران را تحقیر کردن اینجاست، این معنا اینه که دیگران را تحقیر کردن، حقیر دانستن و خود را بزرگ دانستن. بعد از این مسئله دیگه که مطرح میکنه، در مسئله راه رفتن است که چگونه راه برو، خیلی مهم هست. دقت کنید، اسلام چه دین کاملی است. وقتی انسان قرآن میخونه متوجه میشه که واقعا قرآن تمدن ساز هست، انسان ساز هست، انسانو میسازه و این انسان تمدن میسازد. ساختن تمدن بر اساس راه و روشی که خدا به انسان نشان میدهد و ارزش انسان حفظ میشود. کدام در کجا هست این سفارش ها؟ در چه قوانینی اومده؟ شما تو قانون هیچ کشور این مسائل رو نمیبینید. تو قانون اساسی اینو نمیاد دیگه که رفتارت با مردم باید این گونه باشد. اما دقت کنید، دین در همه امور میاد راه و روش به ما نشان میداد که چگونه باشی به عنوان یک انسان و اینکه حقوق انسانهای دیگه هم حفظ شود. خود را بزرگ ندانستن از دیگران، برتر ندانستن از دیگران. راه رفتن چگونه باشد؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، با خوشحالی بیش از حد، که در نتیجه آیه را با هم دیگه ببینیم، میفرماند که ولا تمشی فی الارض مرحا، چرا؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور، به خاطر اینکه خداوند هر کس که مختال باشد و فخور باشد دوست ندارد. خب مختال توضیح هم میدیم، فخور هم توضیح میدیم. خب در اینجا میبینیم که لقمان برای اینکه زشتی این کارو به فرزندش شاد میده، میگه که خدا این را دوست ندارد. نمیگه عیب هست، زشته، میگه نه، خدا این را دوست ندارد. پس بایستی این ارزش‌های اخلاقی را مرتبطش کنیم با ایمانمون، با دینمون. ببین که خدا این را دوست ندارد، این کار را انجام بده که خدا دوست دارد. اینو بایستی در وجود فرزندانمون به وجود نهادینش کنیم. اینجاست که هر جا که باشه، در هر حالتی که هست، چون بحث محبت خداست، دستور خداست، انجام میده. اما وقتی گفتید که زشت هست، عیب هست، خب وقتی تنها باشه انجام نمیده. وقتی که در یک جامعه‌ای بره که این زشت نباشه، این رفتار عیب نباشه، انجام میده.
اما وقتی که مرتبط میشه با ایمان، خدا دوست ندارد، تموم شد، انسان انجام نمیدهد. هر جا باشه، در هر حالتی، در جمع باشد، تنهایی باشه، در فرهنگ دیگه بره، جای دیگه بره، وقتی خدا دوست ندارد تموم شد.